این مردمی شکل نگرفته بودند، بار اصلی پیشگیری از پیشروی دیوانوار دشمن نیز بر دوش نیروی هوایی افتاد. نیرو هوایی اینجا در یه نقش دیگه وارد شد و اونم این بود که هواپیماهای جنگنده اون برای زدن واحدهای نیروی زمینی وارد شدن. نیروی خیلی تو 3 ماه اول هم ضربه دید و هم فشار خیلی زیادی رو تحمل کرد، به شهادت‌های خیلی زیادی، شهدای خیلی زیادی، تا تونست این رو تقریبا تو ماه دوم عراق رو متوقف بکنه. همه ی آرزوی من این بود که جنگ طولانی نشود، چون به خوبی می دانستم اون چه که به عنوان قدرت برتر در مقابل دشمن ازن یاد می کنیم به زودی به خاطر تحریم ها از بین خواهد رفت. وظیفه و دکترین که از سال 1350 برای نیروی هوایی تعریف شده بود، حراست از کل آسمان کشور در مقابل حملات هوایی به عهده نیروی هوایی بود. ولی با امکاناتی که در اختیار دشمن گذاشته بودند، دیگر این نیرو قادر به انجام وظایف خود نبود. بزرگترین موهبتی که در آن مقطع نیروی هوایی از آن برخوردار بود، وجود افسران جوان و با استعدادی همچون ستاری و بابایی در رده فرماندهی بود. افسران لایقی که هوش، سواد و جسارت لازم را برای ایجاد تحول و دگرگونی در سیستم داشتند. آنها به خوبی می دانستند چاره‌ای جز تغییر ساختار ندارند. پدافندی که فقط مسئولیت داشت پایگاه ها و ایستگاه ها را جز مأموریتش بود که دفاع کنه، یک دفعه دید همه مملکت نیاز به دفاع داره. اومدیم پدافندمون از اون هواپایی تبدیل کردیم به زمین پایه. با گسترش وسایل، به یه مقدار خرید در سطح دنیا، ساختن، تعمیر کردن و مثلا هاگایی که مربوط به پایگاه دسپول بود پخش شد تو تمام خوزستان. یا اون چرا که برای پایگاه امیدیه در نظر گرفته بودن، سیستم‌های هاک، سیستم‌های اسکایگارد و تجهیزات دیگه، اینا رو پخش کردیم تو منابع حیاتی کشورمون مثل پالایشگاه‌ها، تلمبه‌خونه‌ها، حتی پل‌های راهن. خود من مدتی در دستور فرمانده بودم، پل‌های راهن ما حفاظت می‌کردیم. وسعت پیدا کردیم، وسعت اون در سطح مملکت شد. هرچند ما توانسته بودیم در بخش عمده‌ای از کشور امنیت نسبی در مقابل تهاجمات وسیع هوایی دشمن ایجاد کنیم، ولی می‌دانستم حرف اول را در جنگ باید در خطوط مقدم زد. قدرت نظامی عراق در زمین آسمان به حدی رسیده بود که می‌توانست کلیه عملیات‌ها را با شکست مواجه کند. یک هواپیمای مزدور عراقی رو مشاهده میکنید که استراتژیک ترین هواپیمای میگی 25 رو در جنگ بشتدن. میراج 2000 کیو رو فرق داره با تمام میراجا که میتونه سوختگیری، یک هواپیمای شکاری که میتونه سوختگیری بکنه، بیاد تا نکای ما رو بزنه و هر جا بیاد ارتفاع پست در جنگ بشتدن. مستشارهای فرانسوی روسی هجوم میادن، عراق تبدیل میشه به بزرگترین وارد کننده سلاح در دنیا. در مقابل هر هواپیمایی که از پادگانهای ما با آسمان برمیخواست، آنها با 50 جت پیشرفته به مقابله برمیخواستند. دیگر موشکهای هاگ پیشرفته ترین سپر دفاعی محسوب نمیشد. و خب جنگ هم فرسایش شد، طولانی شد، خسته کننده شد. هر جنگ هم که طولانی بشه استهلاک برای تجهیزات. و رسید به جایی که نیرو هوایی عراق برتریش نسبت به ما مشخص شد.
یعنی اول یه نامیدی به همه دست داد که دیگه قادر نیستیم از این تجهیزات در مقابل عراق استفاده کنیم. به این نتیجه رسیده بودیم که دیگه نشدنیه. دیگه یعنی پایان اون به تجهیزات ماست. یک چیز کاملا روشن بود. اینکه نیروها باید با آنچه که دارند جنگ را اداره کنند. ولی چگونه؟ ما اگه تمام این موشک‌ها رو ازتون بگیرن، بهترین موشک‌های دنیا رو بهتون بدن، عقل نداشته باشید، به جایی میرسین. حالا شما عقل رو داری. شهید ستاری، عرض کردم که قبلا معاون عملیاتی پدافند هوایی بودن، بعد معاون طرح و برنامه نیرو هوایی شدن و همزمان در ستاد کل پدافند هوایی امور عملیاتی پدافند هوایی رو به عهده داشتن. سال ولفجر 8 چه سالی اجرا شد؟ 64-65 بود. همون موقع ها بود ستاری با سیستم و طراحی که در رابطه با موشک های هاک کرد خودش نشون داد. در همین دوران که من به عنوان معاونت پدافند نیرو در قرارگاه های زنجیره رعد خدمت می کردم، در جلسه محرمانه با خبر شدم عملیات قریب الوقوع در پیش است. عملیاتی به شدت پیچیده و به ظاهر غیر ممکن، یعنی عبور از اروند و تصرف شهر فاو. از مدت قبل شناسایی این عملیات انجام شده و فرماندهان سپاه با قاطعیت از عملی بودن و موفقیت آن دفاع می کردند. رمز موفقیت ما در مقابل نیروی زمینی پرقدرت دشمن رعایت اصل غافلگیری بود که بچه های سپاه به خوبی از عهده آن برآمده بودند. بزرگترین نگرانی همه صبح بعد از شکستن خطوط مقدم دشمن بود. با طلوع خورشید حجم وسیع از هواپیماهای پیشرفته دشمن روی سر نیروهای خودی حاضر خواهند شد. من می دانستم امکانات هوایی ما در مقابل دشمن تقریبا هیچ است. برگ برنده ما تعدادی موشک هاگ بود که هر کدام از سایت های آن فقط یک بار امکان شلیک داشتن. این لانچر شلیک کرد، هواپیما میاد سراغش. با همه این اوضاع با قدرت به بچه های سپاه اطمینان دادم که پس نیروی هوایی را برخواهیم آمد. ستاری به دلیل وسعت اطلاعاتش همیشه مبتکر راهکارهایی بود که به ظاهر غیر ممکن می نمود. این بار نیز طرحی در ذهن داشت که می دانست اگر اجرایی نشود هیچ شانسی در مقابل نیروی هوایی عراق نخواهند داشت. شالوده کلی آن بر اساس فریب دشمن بود. در اولین قدم ستاری کلیه رادارها را که هر کدام بخشی از آسمان کشور را پوشش می دادند به صورت یک شبکه واحد درآورد. که شما صدها رادار رو کوچیک و بزرگ بیایید توی شبکه وصل بکنید، مثل مثلا یک چشم در واقع مرکب یه حشره. ستاری می دانست به محض آنکه سیستم رادار موشک روشن شود بلافاصله هواپیماهای دشمن سایت را هدف قرار می دهند. به دستور او کنترل و ردیابی هواپیماهای دشمن در جایی خارج از منطقه انجام می شد. به محض آنکه هر هواپیما در برد یکی از موشک‌های مستقر در منطقه نبرد قرار می گرفت، به نفرات سایت اعلام می شد و آنها در کسری از دقیقه فرصت داشتند دستگاه را روشن روی هدف قفل کرده شلیک کنند. من اگر اطلاعاتم از این شخص بیشتر هم می بود، من به شخص جرأت نمی کردم همچین چیزی رو بگم. درست است که با این شیوه می توان هدف را منهدم کرد، ولی همان چند ثانیه کافی بود که هواپیمای دشمن محل استقرار سایت را شناسایی کند. ستاری برای این مشکل نیز چاره دیگری در ذهن داشت.
اونها شبا نمی اومدن معمولا و کل اطلاعات رو در روز جمع آوری میکردن، کل غربی ها اونا که تو منطقه